داستان آفرینش جهان قسمت پنجم. اساسی ترین اصول در کیهان شناسی. جهان تا به امروز یک مرحله ایجاد و شش مرحله بیگ بنگ را پشت سر گذاشته است. و خداوند آسمان‌ها و زمین را در شش روز خلق کرد. اما دانشمندان غربی فقط به بیگ بنگ اخیر رسیدند. و پنج بیگ بنگ قبلی از دسترس دانش آنان خارج است. The Big Bang is the greatest mystery of all time. The Big Bang is origin of space and it was not at all normal in the earliest moments of the Big Bang. 380,000 years after the Big Bang. فاصله ی هر کدام از بیگ بنگ ها با یکدیگر 18 میلیارد و 250 میلیون سال با سالهای زمین ما بوده است. از آخرین بیگ بنگ تا به امروز حدود 13 میلیارد و 687 میلیون سال گذشته است و تا پایان عمر نظام کنونی جهان کهکشانها در حدود 4 میلیارد و 563 میلیون سال مانده است. وقتی رقم 18 میلیارد و 250 میلیون سال تمام شود، نظم کنونی جهان کهکشان ها دچار انفجار عظیم یعنی بیگ بنگ هفتم خواهد شد. می توانید نام این حادثه را پایان عمر نظم کنونی یا پایان عمر کهکشان‌های کنونی بنامید، نه پایان عمر جهان. زیرا جهان پس از بیگ بنگ هفتم از نو با کهکشان‌های نوین به کار خود ادامه خواهد داشت. کره زمین ما و نیز منظومه شمسی ما خیلی پیشتر از بیگ بنگ هفتم متلاشی خواهد شد. به طوری که بقیه عمرش در ارقام نجومی کیهانشناسی رقمی بس ناچیز است. لفظ و اصطلاح انبساط درباره گسترش جهان غلط و نادرست است. زیرا گسترش و بزرگ شدن جهان انبساطی نیست، بلکه جهان می خورد و بزرگ می شود
و در گسترش ابدی پیش می رود. تغذیه جهان عبارت است از ایجاد مداوم و ابدی در مرکز جهان که در آغاز پیدایش جهان اولیه ماده اولیه را به وجود آورد. و این فرایند همچنان در مرکز جهان فعال است و تا ابد نیز فعال خواهد بود. انرژی ها و مواد که به طور مداوم در مرکز جهان ایجاد می شوند در یک نظم و نظام رشته رشته ای در کنار هم به اطراف می روند. جهان تحت قانون جاذبه نیوتن اداره نمی شود. و در نظام مدیریتی جهان جاذبه ای وجود ندارد. بلکه فقط یک نیرو وجود دارد و آن دافعه است. که ایجاد و جوشش ابدی مواد در مرکز جهان فشار می آورد و در اثر آن فشار هم جهان اداره می شود و هم بزرگ می گردد. همه چیز که در جهان وجود دارند یا به وجود می آیند همگی اعم از ماده و انرژی تحت فشار عظیم قرار دارند. فضا و مکان، تغییر مداوم و زمان همه مولود این فشار هستند. جهان در هر نبأ عظیم و بیگ بنگ یک قشر کروی پدید آورده که سما یا آسمان نامیده شد. و یک آسمان نیز در همان مرحله ایجاد جهان اولیه بوده. اکنون جهان 7 سماء کروی دارد. همه کرات، کهکشان ها و فضاهای فواصل آنها که پر از انرژی هستند همگی محتوای آسمان اول را تشکیل می دهند. در این بیگ بنگ و نبأ عظیم که در پیش روی جهان است و پس از 4,563,000 فرا خواهد رسید، جهان دارای 8 قشر یعنی 8 آسمان یا 8 سما خواهد بود.
و حمل می کند حکومت پروردگارت را آن روز بر بالای آنان 8 آسمان. محاسبه آغاز و فرجام جهان. مطابق آیه فوق، هر روز خدایی 1000 سال است. مطابق این آیه، خداوند روز دیگری دارد که طول هر روز آن 50000 سال است. بنابراین 1000 سال ضرب در 365 روز مساوی است با 365000 سال. 365000 سال ضرب در 50000 سال مساوی است با 18 میلیارد و 250 میلیون سال. 18 میلیارد و 250 میلیون سال ضرب در 6 بیگ بنگ مساوی است با 109 میلیارد و 500 میلیون سال. 109 میلیارد و 500 میلیون سال به علاوه 13 میلیارد و 687 میلیون سال مساوی است با 123 میلیارد و 187 میلیون سال. بنابراین تا کنون 123 میلیارد و 187 میلیون سال از عمر کائنات سپری گشته است. بر اساس آنچه در احادیث آمده است، ما همکنون در عصر روز هفتم هستیم و باید 3/4 از روز هفتم، یعنی از 18 میلیارد و 250 میلیون سال سپری شده باشد. بنابراین 18 میلیارد و 250 میلیون سال تقسیم بر 4 ضرب در 3 مساوی است با 13 میلیارد و 687 میلیون سال. پس از آخرین بیگ بنگ تا به امروز حدود 13 میلیارد و 687 میلیون سال گذشته است. تا پایان عمر نظام کنونی جهان کهکشان ها حدود 4 میلیارد و 563 میلیون سال مانده است، یعنی 18 میلیارد و 250 میلیون سال تقسیم بر 4 ضرب در 1 مساوی است با 4 میلیارد و 563 میلیون سال. وقتی که رقم 13 میلیارد و 687 میلیون به علاوه 4 میلیارد و 563 میلیون مساوی است با 18 میلیارد و 250 میلیون سال تمام شود، نظم کنونی جهان کهکشانها دچار انفجار عظیم، یعنی بیگ بنگ هفتم خواهد شد. زمانی کره زمین ما با برخورد صخره‌ها و توده‌های بزرگ یخ حیات یافت. و خداست که نازل می کند از آسمان کوههایی از یخ را. و کره زمین ما به تدریج و به طور مداوم اما خیلی بطی کوچک می شود. آیا ندیدند که ما همواره می آییم و از اطراف این زمین می کاهیم؟ استاد مرتضی رضوی تمامی این اصول کیهانشناسی را از قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام استخراج و در 3 کتاب ارزشمند خود ارائه فرمودند: تبیین جهان و انسان،
قرآن و نظام رشته‌ای جهان، با دانشجویان فیزیک و کیهانشناسی، چرا که منطق قرآن و اهل بیت علیهم السلام منطق تبیین و ثبوتی همراه با عنصری محکم از ابطال خواهی است. در برخی از این اصول دانش فیزیک و کیهانشناسی می تواند بدون استفاده از قرآن و اهل بیت علیهم السلام پیش برود، همانطور که تاکنون رفته است. آیت الله مرتضی رضوی تمامی این اصول را اعجاز علمی قرآن و شمه ای از مکتب اهل بیت علیهم السلام می دانند. متاسفانه از سوی برخی از آکادمی های غربی حق سبقت تألیف و حقوق معنوی ایشان رعایت نگردید. آکادمی های غربی نسخه هایی از جزوه ها را 23 سال قبل و کتاب تبیین جهان و انسان را 18 سال قبل دریافت کردند و چند سال بعد به نام خود منتشر نمودند. همیشه علم از شرق به غرب رفته است و به نام غرب به شرق بازگشته است. پایان قسمت پنجم. این مستند کیهانشناسی به زبان ساده است، اما حقیقت آنقدر ساده است که آن را پیش پا افتاده می انگارند. کاری از مسعود مهدی، گوینده رضا هدایت فر، زمستان 1391.